روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان با کسب یک مدال برنز برای ایران به پایان رسید. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم مصطفی قیاسی امروز با پیروزی مقابل رشید اسماعیل از بلغارستان با نتیجه 7-0 مدال برنز این رقابت‌ها را برگرداند. قیاسی با پیروزی بر کشتیگیرانی از آلمان، ترکیه و فرانسه و شکست از آلن زایتسف از روسیه به دیدار رده‌بندی راه یافته بود. پیش از این مصطفی یعقوبی در 50 کیلوگرم، فرزاد کولیوان در 60 کیلوگرم و پدرام جمشیدی در 96 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفته بودند. این نتایج در حالی رقم خورد که اسکان کشتیگیران ایرانی در سوفیه بلغارستان و بیپولی فدراسیون برای تهیه محل اقامت مناسب در برخی از خبرگزاری‌ها بازتاب داشته. همینک با رضا فتاحی گفتگو می‌کنم که در بلغارستان و در طی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان به عنوان نماینده فدراسیون کشتی ایران همراه تیم کشتی فرنگی هم حضور داشت. آقای فتاحی، شما به عنوان نماینده فدراسیون ایران در بلغارستان حضور داشتید، این درسته دیگه؟ ضمن وقت بخیر به شما. البته سلام عرض کردم و سلام به بینندگانتون. من از طرف فدراسیون کشتی بلغارستان دعوت شده بودم و فدراسیون کشتی بلغارستان هم اینو با فیلا هماهنگی کرده بود و البته خب من الان خیلی وقته که قبل از المپیک لندن هم در خدمت فدراسیون کشتی ایران بودم که همینجوری افتخاری دیگه آقای خطیب و فدراسیونشو کمک کردیم و در اونجا هم خلاصه گردن ما مسئولیتی که همیشه بوده افتاد که تیم ایران رو بتونیم اونجا کمک کنیم. شما به حال به عنوان نماینده فدراسیون در این مسابقات شما فعالیت کردید. شرط اسکان تیم ملی کشتی فرنگی جوان ایران هفته گذشته در مقایسه با رقابت‌های مغولستان که دو هفته پیش بود خبرساز هم شده بود چگونه بود؟ حرف و حدیث هایی هست در مورد اینکه فدراسیون کشتی ایران پول به اندازه کافی نداشته و کشتیگرها در اتاق‌های مشترک بودن و به همراه مربی‌ها، این شرط چگونه بود جناب فتحی؟ قبل از مسابقات ما نشستی با آقای لالوویچ رئیس فدراسیون کشتی جهان فیلا که داشتم، ایشون همون در یک دقیقه اول نگرانی خودش رو از مشکلات تیمای کشتی ایران و فدراسیون کشتی ایران ابراز کردن و حتی در مغولستان که اون اتفاق افتاده بود فدراسیون کشتی مغولستان به فیلا گزارشی داده بود که اینا رو ایشون از ما بازخواست میکردن که منم گذاشتم که ایشالا در مجارستان آقای خطیب جوابشو بده، ولی مشکلات فدراسیون کشتی ایران تا اونجا که من اطلاع دارم، چون میدونی که من در فدراسیون کشتی ایران کار نمی کنم، خلاصه ما همه ایرانی هستیم واسه مملکتمون در هر زمینه که بتونیم کمک کنیم فعالیت کنیم اینا میکنیم دیگه. حالا یه موقع شما جایی هستی میخوای کمک کنید، یه احتیاج به اینکه استخدام جایی باشی، من استخدام فدراسیون کشتی ایران نیستم. بله، ولی فدراسیون کشتی رو آقای دکتر عباسی متاسفانه وزیر ورزش با معاونش آقای سجادی کمر بستن که فدراسیون کشتی ایران رو عوض کنن، یک ما مونده به مسابقات جهانی، آقای خطیب بره یکی دیگه بیاد، بعد اینو نتونستن انجام بدن. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران کسایی هم هستن که یه موقع کسی خود مختار داره کارهای ناآگاهانه انجام میده جلوش رو میگیرن، چون یک ما به مسابقات جهانی جوانان نوجوانان الان فردا در صربستان و یک ماه دیگه در مجارستان مسابقات جهانی، یعنی آقای وزیر و آقای سجادی تصمیم گرفتن که فدراسیون کشتی رو زیر و رو کنن. این کشتیگیرایی که الان در بلغارستان شما میبینید کشتی میگیرن، اینها کشتیگیرایی هستن که آقای علی امادی در المپیک برزیل کشتی خواهند گرفت. جناب فتحی، اینجا کشتی نگیرن. جناب فتحی، من سوالم از شما اینه، آیا این صحت داشته که وضعیت اسکان اونها وضعیت مناسبی نبوده؟ بله دیگه، شما الان خودتون اطلاع دارین که فدراسیون کشتی بلغارستان اینو به خبرگزاری اونجا اعلام کرد، همینو داشتم میگفتم، آقای وزیر و آقای سجادی نتونستن آقای خطیب رو عوض کنن، جلوی بودجهشو گرفتن و این کارو حتی دشمنان ایران هم نمیکنن، یعنی کار ناآگاهانه ایه. بعدم من به این آقای وزیر آقای عباسی و آقای سجادی میگم که شما که در این مقام هستی از کمک کنی، یک ما مونده به مسابقات جهانی بودجه فدراسیون میبندی و کشتیگیرهای نوجوان در مغولستان سرگردون میشن، پاسپورتاشون رو در هتل گرو نگه میدارن و الان در بلغارستان هم با امضای من که کل تیمم شاهد بود که
اینا اسکان گرفتن. صحیح. و آقای لالوویچ در نشستی که ما داشتیم نگرانیاشو تا این حد اعلام کرد که گفتش که آیا ما باید تیم‌های ملی کشتی ایرانو در حال حاضر از مسابقات محروم کنیم و فدراسیون کشتی ایرانو تحریم کنیم، چون خبرهای خوبی از ایران نمیاد. خلاصه من توانستم آنچه در توانم بود صحیح. آقای لالوویچ نشستی که داشتم ایشونو قانع کنم که بر علیه ایران کاری نکنه و ما بهش توضیح دادم که در حال حاضر در حال عوض شدن دولت در ایران بود، انتخابات بود و این وزیر رفت. یه توضیح ندادم که این وزیر چه بلایی سر فدراسیون آورد. جناب آقای فتاحی، فرصت خیلی کم هست، به حال آقای عباسی و آقای سجادی این پست رو رها کردن و عدم رویارویی کشتیگیران ایرانی توی وزنه 96 و 55 مقابل کشتیگیران استرالی رها کردن، ولی خب جاپاشون الان گذاشتن الان تو بلغارستان و حتی در مجارستان تیم ملی بزرگسالان ما مشکل داره. بله. من سوالم در مورد عدم رویارویی ورزشکاران، یعنی تو اون دو وزنی که اشاره کردم مقابل کشتیگیر اسرائیل، آیا خیلی فرصت کم هست یک دقیقه، آیا تبعاتی روبرو شده فدراسیون کشتی ایران و یا اینکه فیلا در این مورد هنوز تصمیمی نگرفته؟ ببین، عدم مسابقه با کشتیگیر اسرائیل، من در مقامی هستم که اینو جواب بدم، ولی 96 کیلو و 55 کیلو ما اگر در اینجا این کشتی میگرفتن 100% دوتا مدال هم داشتیم. این جوابگوی این برنامه خلاصه رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در این مورد میتوانن راهنمایی کنن و فیلا هم در این بابت هنوز تصمیم گیری نکرده، ولی خب تا ما نشستی داشتیم که در رابطه با همین هم امکان داره که در آینده اعلامیه‌ای از فیلا صادر بشه که این جریان رو ما باید جدی بگیریم که در مسابقات جهانی مجارستان و حتی این تا مسابقات المپیک برزیل هم یه مسئله خیلی جدیه که انشالله حل بشه. متشکرم. رضا فتاحی، نماینده فدراسیون کشتی ایران که در بلغارستان حضور داشتن، متشکرم.